حدود دو هفته پیش پیج دومین بزرگترین یوتیوبر تکنولوژی دنیا که لاینس تک تیپس هست هک شد. سه تا از پیجاش هک شد با مجموع 21 میلیون کاربر و اسکم کریپتو داشته پخش میکرده. چه اتفاقی واسش افتاد؟ چجوری هک شد؟ روندش رو توضیح داده. دیگرانی هم در موردش ویدیو ساختن و من تو این ویدیو قرار در موردش صحبت کنم. چه اتفاقی افتاده؟ چطوری جلوگیری کنیم از این کار که برای ما این اتفاق نیفته؟ یه ویدیو بسیار مهمه. اگر یوتیوبر هستید حتما باید توجه کنید. اگر پیج دیگران رو هم به صورت ادمینشون هستید، ادیتورشون هستید و بهشون دسترسی دارید، حتما این ویدیو رو ببینید و برای کسایی که این حالت رو دارن بفرستید. بسیار مهمه، حواستون باشه سر شما نیاد. با ما همراه باشید. سلام، ارادت. حدود دو هفته پیش پیج لاینس تک تیپس هک میشه. دو روز بعدش میاد یه ویدیو میسازه، توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و دو تا ویدیو دیگر رو معرفی میکنه که این ویدیوها رو ببینید که دیگه این اتفاق واسه شما نیفته. بعد از اون کلی ویدیو تو دنیا ساخته میشه و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده. قبلا برای ما هم اینجوری میلای اومده بوده، دیده بودیم و کامل توضیح میدن. حتی اگه آنتی ویروس هم داشته باشید احتمالاً نمیتونسته جلوشو بگیره. توی یه ویدیو دیدم که با چند تا آنتی ویروس مختلف چک کرد نتونست چکش بکنه. دلیلش رو توضیح میدم چرا نمیتونه و نه نیازی به پسوردتون داشته، نه تو اف ای تون رو گرفته، هیچی. فقط از طریق یه وسیله‌ای که داخل وین، از طریق یک روشی که داخل مرورگر وجود داره تونسته این کارو بکنه. بذارید کامل واسهتون شرح بدم چه جوریه، ولی شدیداً توصیه میکنم که این دوتا ویدیویی که لینکشون رو توضیحات گذاشتم ببینید. یه دونه این ویدیو، ویدیو خود لاینسه. یه دونه این ویدیو، ویدیو تیو جوه که تو اون ویدیو لاینس هم اشاره میکنه، میگه اگه من اون ویدیو رو دیده بودم این اتفاق سرمون نمیافتاد. و حتما این دوتا ویدیو رو ببینید. حالا توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده، چون شاید یه سری زبانش رو متوجه باشن، یه سری هم حوصله‌اش رو نداشته باشن. من قضیه رو خیلی ساده و داستانوار میخوام تعریف بکنم. لاینس توی ویدیوش دقیقا توضیح نداد که از کدوم روش این اتفاق افتاده. تیوجو چند تا از روش‌ها رو میگه و بقیه یوتیوبرها هم چند تا رو میگن که واسه خودشون داشته میافتاده. من یه حالت کلی رو میگم که احتمالاً این حالتیه که اتفاق افتاده واسهشون. یه ایمیل تبلیغات اومده به تیم مارکتینگشون. تیم مارکتینگشون ایمیل گرفته که ما میخوایم تبلیغات بدیم توی پیجتون. چند تا ایمیل این وسط رد و بدل میشه، یعنی ایمیل میفرستن، یه سری نتایج میگیرن، جواب مثلا میگن پلنتون رو بدید، آره ما این پلنتون رو میخوایم. اینجوری چند تا ایمیل اینجوری میرن جلو و بعد اون کسی که خودشو جا زده به عنوان تبلیغ دهنده یه ایمیل میفرسته برای اونا که میگه این پی دی اف که ما میخوایم مثلا شامل اینجور چیزا باشه. دقت کنید، میگه فایل پی دی اف، ولی چجوری؟ یه فایل گوگل، یه دونه فایل زیپه، پسورد داره، اونو داخله یه گوگل درایوی، یک مثلا دراپ باکسی، یه جایی آپلودش کردن. اغلب هم رو گوگل درایو میذارن که هیچ کنه نتونی پیگیری بکنی ببینی از کجا بوده، یا مثلا یه هاستی دارن، از هاست خودشون میدن اونجور چیزا. ولی چند تا نکته داره. فایله حتما زیپ شده به خاطر اینکه مالور داخلش هست و اگه معمولی باشه شناسایی میشه. به احتمال خیلی زیاد پسورد گذاشتن روش به خاطر اینکه اون پسورده جلوی اینکه خود سایت بیاد مالور رو چک بکنه گره بگیره. خب تو این سناریویی که حالا من ویدیوشو دیدم و ویدیوشو لینکشو واسهتون قرار میدم دقیقاً اینجوریه. فایل زیپو گفته دانلود کن، فایل زیپو دانلود میکنه اون طرف و دبل کلیک که میکنه روش دیگه همه چیز نابود میشه. حالا توضیح میدم چه جوری. روشی که انجام دادن اینجوریه، فایل زیپ رو دانلود میکنی، گفته پسوردش اینه، پسورد رو میزنی و بعدش فایل رو باز میکنی. یه فایلی که قیافش نوشته فایل پی دی اف، ولی این فایل پی دی اف حدود 700 مگ حجمشه. اگه این اتفاق برای ما تو ایران بیفته، ما تا 700 مگو بخوایم دانلود کنیم شک میکنیم که آقا یه فایل پی دی اف 700 مگی کجا بود. ولی اونا چون سرعتشون خیلی بالاست زده، طرف همون لحظه گرفته، اصلا به حجمش نرسیده توجه بکنه. بعد فایل پی دی اف قیافش پی دی اف، ولی فایل درست پی دی اف نیست. اگه پسوند فایل رو بذاره بهش نشون بده، معلومه که پسوند فایل SCR. SCR پسوند فایل های اسکرین سیور ویندوز. حالا امکان داره SCR باشه، امکان داره بچ باشه، BAT باشه، امکان داره کام باشه، خب امکان داره VBS باشه، یا SVB هم حتی شاید باشه که در اصل همون VBS است، با یه روشی انگار میشه اینو برعکس اجراش کرد. حواستون به اینا هم باشه. فایل SCR
این فایل 700 مگه، یه فایل پی دی اف 700 مگی برای چی باید واسمون بفرستن؟ چرا فایل 700 مگیش کرده؟ میان توی برنامه های مختلف اینو باز میکنن، نشون میده که آقا یه تیکه اول فایل خالیه، یه تیکه وسط پره و بعد کلی فایل خالیه. مخصوصا اومدن فایل رو انقدر حجمش کردن که آنتی ویروس تو چکش نکنه. وقتی یه فایل حجمش بالاست، آنتی ویروس میگه من 700 مگو بخوام برم چکش کنم نمیتونم. خیلی وقتا بی خیالش میشه. تو آنتی ویروس ها قابل تعریفه که آقا چه فایل هایی رو تا چه حدی برو حتما چکشون کن. آنتی ویروس 700 مگو بی خیال میشه. آنتی ویروس های پیشفرضی که داشتن نود 32 رو تست میکنن، نورتون رو تست میکنن، همه اینا بی خیال میشه، انگار فقط بیت دیفندره که فایل رو میفهمه و بهش گیر میده. نکته بعدی چیه؟ وقتی یه فایل 700 مگی داری نمیتونی اونو توی وبسایت آپلود کنی تا چک بشه، وگرنه تو میتونستی توی مثلا وایرلس توتال آپلودش کنی، چکش بکنی، ببینی که ویروس هست نیستش. یه فایل 700 مگی رو نمیشه این کار کرد. پس مخصوصا حجم فایل رو بردن بالا که تو نتونی این کارم انجام بدی. حالا فایلی که اجرا کرده چه اتفاقی افتاده؟ لاینس توضیح میده، میگه که از یه قابلیتی استفاده کرده به اسم سشن توکن یا سشن هایجکینگ انجام داده. قضیه از چه قراره؟ موقعی که من وارد وبسایت یوتیوب شدم و لاگین کردم، این اطلاعات لاگین من به صورت لوکال داخل کروم من ذخیره شده. حالا اگر این فایل رو باز کنی، میره درست این اطلاعات رو برمیداره و اون سشنر رو اطلاعات رو برمیداره برای هکر ارسال میکنه و اینجوری دیگه هیچ نیازی به پسورد یا 2FA وجود نداره. لاینس مسخره میکنه، میگه الان به من میگید که آره چرا پسورد طولانی نداشتی یا 2FA فعال نبوده. در مورد 2FA هم توضیح میده که آقا کدوم روش 2FA خوبه و حتما فقط روش 2FA اتنتیکیشن گوگل رو استفاده بکنید، یا آتی یا اینجور نرم افزارا. خودش هم اینو میگه، ولی میگه آقا اصلا ماجرا اینه که اصلا طرف پسورد ما رو نمیدونسته، اصلا طرف تو اف ای ما رو نداشته، به واسطه این سشن توکن بوده که تونسته دسترسی بگیره. حالا این اتفاق برای همه ما هم میتونه بیفته. ما هم که کانال یوتیوب داریم سشن توکن زدیم رو کامپیوترمون، اگه منم این فایل رو باز بکنم این اتفاق واسه منم میتونه بیفته. پس کل قضیه اینه، حتما پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید بیشتر متوجه میشید. ولی حالا اینا رو گفتم که بگم چه اتفاق افتاده و ما چطوری میتونیم جلوشو بگیریم. من به صورت خلاصه چند تا راهکار عملی مهم رو توضیح بدم بهتون. اول از همه حتما از یه نرم افزار پسورد منیجر استفاده کنید و پسورد اکانت گوگلتون رو هر چند وقت یه بار توش هم حتی پسورد اکانت گوگلتون که برای یوتیوبتون هم هست عوض کنید حتما، و یه پسورد طولانی قرار بدید. من پسوردهای خودم پیشفرض 24 کرکتره، چون هیچ وقت قرار نیست حفظش بکنم، نرم افزار پسورد منیجر من اون رو حفظ میکنه. من از پسورد منیجر بیت واردن استفاده میکنم، قبلا هم در موردش ویدیو ساختم. راستش خیلی وقت قراره ویدیو اصلیش رو هم بسازم توضیح بدم، ولی چون ویدیو تو سطح وب بوده دیگه من نساختم. پس از یه پسورد منیجر استفاده کنید. حتما تو فاکتور اتنتیکیشن رو فعال کنید که خدا رو شکر گوگل مجبور کرد دیگه باید فعال کنید، و بهتره که پیشنهاد میکنم از تو فاکتوری استفاده کنید که با نرم افزار اتنتیکیتور خودش هست، چون امکان داره اس ام اس هایجک بشه، امکان داره اس ام اس نیاد، از اون استفاده کنید خیالتون راحته. پس این نکته اول، حتما برای امنیتتون اون کار رو که باید انجام بدید. همه این ویدیوها رو که ببینید آخرش این توصیه ها رو بهتون میکنن که آقا به هیچ عنوان فایلی که نمیشناسی رو باز نکن. وقتی ایمیل کسی بهت میزنه نگاه کن فرستنده ایمیل کیه، و اگر اون فرستنده ایمیل از یه آدرس درب و داغونیه، اگه از gmail.com نیست، اگه از مثلا تو یکی از ویدیوها نشون میده از یه سایتی با پسوند .dev و میره نگاه میکنه اصلا دیو چیه، ما اصلا اینجور پسوندی سایت یک روز کلا در دنیا ثبت شده بوده، از اینجور آدرس ها اگه ایمیل واسهتون میاد اصلا توجه نکنید، اصلا بازشون هم نکنید. خب بذارید که آقا پس بسته بشه بره، اسپم بشه بره، اسپمش کنید که دیگران هم حتی ایمیلش براشون نره. نکته بعدی، اگر فایل رو دانلود کردید حتما برید داخل ویندوزتون تنظیم کنید که پسوند فایل ها رو بهتون نشون بده. من الان بهتون میگم چجوری. مهمترین توصیه که بهتون دارم اینه، ببینید پسوند فایل ها رو اجازه بدید ویندوز همیشه بهتون نشون بده. من الان چند تا فایل الکی ساختم اینجا. حالا چجوری؟ اگه ویندوز 11 هستید یا 10 هستید، از اینجا این گزینه واسهتون وجود داره، فایل نیم اکستنشن، میتونید برداریدش یا بذاریدش که فایل بهتون پسوندش رو نشون بده. الان ببینید پسوند نشون نمیده، من میخوام بذارم نشون بده. میتونم بیام از اینجا فایل نیم اکستنشن رو فعال کنم. اگه ویندوزهای قدیمی تر دیدید یا روش قدیمیش رو میخواید بدونید اینه که باید اینجا فولدر آپشن رو بزنید که اینجا اسمش شده آپشن، وارد میشید، وارد فولدر آپشن میشه، تب ویو،
اینجا hide extension for known file types رو تیکش رو برمیدارید و اوکی میکنید. اینجوری پسوند فایل رو همیشه به شما نشون میده. نکته بعدی و بهترم اینه که اینو همیشه روی حالت details بذارید. وقتی رو مود details بذارید اینجا یه type هم بهتون نشون میده. ببینید اگرم نبود میتونید right click کنید اینجا و type رو تیکش رو بذارید. خب اینجا type رو بهتون نشون میده. دیگه شما میدونید این فایل چیه. اگه اسم فایل مثلا youtube.com بود نگاه میکنید اینی نوشته ms-app-dos-application. پس این یه فایل اجراییه. یه فایل الکی نیست. فایل چیز نیست. مثلا فایل PDF نیست. این فایل ها رو خیلی دقت کنید بهشون دیگه. فایلایی که اینجا واسهتون گذاشتم حالا تو ادامه هم دونه دونه بهتون معرفیش میکنم. پس این کار رو انجام بدید توی ویندوزتون که یه ذره اطمینانتون بیشتر باشه و به هر فایلی اعتماد نکنید. وقتی فایلی رو میبینید قشنگ بدونید که این فایل چیه و چجوری باید اجراش کنم. با این روش که بهتون گفتم دیگه پسوند فایل شما میبینید. حالا از این بعد به چه فایلایی حساس باشید؟ اینا چند تا نمونه است که من میگم امکان داره خیلی بیشتر هم باشه، حواستون باشه. فایل BAT یا BAT، اینا فایلای اجرایی ویندوز هستن. حواستون باشه اگه فایلی از این مدل اومد نباید راحت به راحتی اجراش کنید، باید بدونید چیه. حالا راهکارم میگم. فایل exe قطعا میدونید. فایل com تو یکی از این فایلایی که فرستاده بودن اسمش رو نوشته بود مثلا contract from youtube.com. خب پسوند فایل اینجوری بود، یعنی با یه اسم خیلی youtube.com همه میشناسنش ولی در اصل فایل کام اجرایی بود. حواستون به این نکته باشه. فایل vbs، حتی به نظرم فایل ps1 رو هم حواستون باشه. فایل پاورشلیه، من ندیدم تا حالا نمونه ولی اونا هم خیلی مهمه که آقا بدونید چیه. به جای اینکه به راحتی اجراش کنید اون رو جای دیگری میگم باز کنید و از اون استفاده کنید. اگه حجم فایلتون کمه حتما اون فایل رو با آنتی ویروس چک بکنید و حتما با آنتی ویروس وایرس توتال که قبلا هم واسش ویدیو ساختم که لینکش هم اینجا واسهتون میذارم از این استفاده بکنید و با وایرس توتال چک کنید. ببینید که چون وایرس توتال با 60-70 تا آنتی ویروس چک میکنه و اگر malware باشه حتما بهتون میگه. و در نهایت اگر فایلی دارید که میخواید بازش بکنید نمیدونید اصلا خطرناکه یا نیست، حتما اون رو داخل یه ویندوز سند باکس یا داخل یک ماشین مجازی بازش بکنید. من قبلا دوره کامل IPv گفتم ولی ساده ترش اینه که با این ویدیویی که اینجا واسه تون میذارم یه ویندوز سند باکس بیارید بالا، قبلا یاد دادم، فایل رو ببرید اون تو بازش کنید ببینید چجوریه که به هیچ جا دسترسی نداشته باشه. اگه خرابکاری هست متوجه بشید چجوریه و به فایل دقت بکنید. کلا یه فایل 700 مگیه PDF واقعا چرا باید وجود داشته باشه؟ حواستون به این قضیه باشه. دقت بکنید. اگر خودتون صاحب یوتیوب کانال یوتیوب هستید حتما حواستون به این قضیه باشه. اگرم پسوردتون رو به کس دیگری دادید که داره کمکتون میکنه توی مدیریت حتما این ویدیو رو برای اونم بفرستید بگید ببینه و حواسش رو خیلی جمع بکنه که این اتفاق واسهتون نیفته. پیجای بزرگ خارجی مزیتشونه که یک آدمی رو تو خود یوتیوب بهشون معرفی کرده که کاملا باهاشون در ارتباطه و مشکلاتشون رو حل میکنه. ولی اگه اینجور اتفاقی واسه ماها بیفته به هیچ عنوان خیلی سخته که بخوایم مشکل رو حل بکنیم و کانالمون پاک میشه و هر چی رشتیم پنبه میشه میره. پس حواستون باشه که این اتفاقات سرمون نیاد. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. من سعی کردم که کل قضیه رو کوتاه واسهتون بگم ولی پیشنهاد میکنم اون دو سه تا ویدیویی که گفتم رو و لینکشون رو تو توضیحات واسهتون قرار دادم حتما ببینید به خاطر اینکه خیلی خیلی مهمه و امیدوارم که این اتفاقات سرمون نیاد. من اردشیر کاوینه، اینجا کانال چهار کامپیوتره. اگه دوست دارید خبرهای تکنولوژی رو دریافت بکنید، اگه دوست دارید راهکارهای تکنولوژی پیدا بکنید، آموزش کامپیوتر ببینید و اینا، میتونید کانال رو سابسکرایب داشته باشید، زنگولش رو روشن کنید که ویدیو بعدی که منتشر شد مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید ببینید. دمتون گرم، مرسی، فعلا خدا نگهدار.